اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، وین حل معما نه تو خانی و نه من. کلام ماندگار حکیمی که به ماندگاری جهان اعتقادی نداشت. چرایی بودن آدمی و برای چه بودن و از کجا آمدن و به کجا رفتن. با اون نگاه عاقل اندر سفیه به دنیا یه همچه حالت دوش هست. زندگی کن، قطع این دنیا تو بدون، تو چه میدونی که بعدش چیزی هست یا نیست؟ مردی که با افکارش فرهنگ ها را در نوردید. It became the most famous book of poetry in the English language. Omar Khayyam is right to move and finger write some having writ moves on. Nor all your piety nor wit shall lure it back to cancel half a line. او تنها شاعر نبود، بلکه دانشمندی بزرگ هم بود. His greatest achievement in astronomy was to get an incredibly accurate measurement for the length of the tropical year. به تقویمی دقیق ابداع کرد که تا به امروز هم معتبر است. این داستان اندیشمندی است بزرگ که میراثش پس از گذشت 900 سال هنوز زنده است. از نوجوانی شیفته خیام به شعر او بودم، اینکه هرگز در برابر یقین‌های مذهبی تسلیم نشد. می‌خواهم سفری را آغاز کنم تا درباره افکار و میراث او به جایگاهش در جهان معاصر بیشتر بدانم. ابوالفتح عمر ابن ابراهیم خیام در سال 427 خورشیدی در شهر نیشابور در خراسان به دنیا آمد. خراسان در آن زمان مرکز مهمی برای دانش‌اندوزی بود. همچنین در مسیر جاده ابریشم و دروازه‌ای به تمدن‌های باستانی هند و چین. از آن زمان حکومت‌ها با هر مرامی آمد و رفتند، اما نام خیام پس از گذشت قرن‌ها هنوز بین ایرانیان زنده است. زنده شادان انشالله. باسم تاریخ امثال اینها رو داشته باشه و انشالله. شادیاخ شهر قدیمی نیشابور بر اثر زمین لرزه‌های متعدد و بعدها با حمله مغول‌ها کاملا تخریب شد. از نیشابور و قرن وسطا ویرانی بیش باقی نمانده. نیشابور چطور شهری بود؟ شهر بسیار بزرگی بود. فکر نکنم کسی بتونه بگه دقیقاً چقدر بزرگ، اما در مقایسه با شهرهای بزرگ اروپایی آن زمان فقط قسطنطنیه از آن بزرگتر بود. در سال 426 خورشیدی از شرق، جایی که امروز ازبکستان است، ترک‌های سلجوقی به ایران حمله کردند. حاکمان وقت را شکست دادند و نیشابور را به پایتختی برگزیدند. تعدادشان زیاد بود، اما نه خیلی زیاد. آنها قبلا مسلمان شده بودند و می‌دونستند شهرها و مراکز کشاورزی با چه منطقی اداره می‌شوند. آنها برای ویرانی نیامده بودند. قدرت که به ملک شاه سلجوقی رسید، او و وزیرش نظام الملک مدارسی را در سراسر قلمرو به خود تأسیس کردند. در این مدارس که به نام نظام الملک نظامیه خوانده می شدند، ذهن جوانانی مثل خیام در نزد برخی از بهترین استادان زمان پرورش می یافت. استادان از سراسر جهان اینجا میان برای به فیض رسوندن دانشیان، دانشیان از سراسر جهان اینجا میان و نام نیشابور را عنوان افتخار به دنبال اسمشون یدک میکشن و به شهر دیار خودشون میبرن. بر تقدیر زمان خیام، اوج اقتدار و عظمت فرهنگی نیشابور تلقی میشه و خیام در این زمان درخشید در مدارس نظامی، یا یکی از اقمار سیارک های منظوم شمسی رو به نام این شخصیتی نامگذاری میکنن که از این شهر برخاست و نام نیشابور رو بلند آوازه کرد. ملکشاه چگونه حاکمی بود؟ چقدر دربارش میدونیم؟ دوران حکومت او در واقع یک دوره همکاری بین دیوان سالاران بزرگ ایرانی و حاکم سلجوقی بود.
عمر خیام عمر خیام به دربار ملک شاه رفت و از اطرافیان خیلی نزدیک او شد. The word used for such courtiers is ندیم. به این نوع درباری ها ندیم می گفتن و عمر خیام به وضوح ندیم ملک شاه. نه تنها آدم خوشمشربی بود، بلکه دانش و مهارت هایش برای حاکم ارزشمند بود. در ویرانه های بجامانده از نیشابور قدیم هنوز هم رباعیات خیام را می شنوی که پایانش نمی بینم. شما خودتون از کی به خیام علاقمند شدید؟ من 12-13 سال بیشتر نه، من تو ده تا 60 سالگی که نمی خوندم، می خوندم اما با هر هزار سالگار سر به سری خدای من امید من یا 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 خیلیم به سلامتی در تهران، شهری که در هر گوشش نام خیام به چشم می‌خورد، به دیدن عده‌ای از برجسته‌ترین نویسندگان و استادان ادب فارسی رفتند تا نظر آنها را درباره خیام نگاه او به تاریخ ایران بداند. ابتدا مهمان محمود دولت‌آبادی، نویسنده رمان معروف کلیدر بودم. خیام دو گونه نظر دارد به گذشته ایران. یک گونه با دریغ و تأسف به ویرانی ها، از دست رفتن های اون جلوه ها و زیبایی هایی که در ایران باستان بوده، و یک وجه دیگر آمده است این حس قبن خودش رو در بازآفرینی اون زیبایی ها چیکار کرده؟ بیان کرده. پس دو وجه نگاه خیام در ترانه هاش و رباعی هاش، نگاه حسرت و قبنه، در نثرش و نوروزنامه که اسمش یعنی شادی نامه آمده است و دوباره احیا کرده تمام اون زیبایی ها و ارزش های باستانی ایران رو. خیام نه تنها شاهنامه رو مطالعه کرده، بلکه از او یک تأثیر فلسفی میهنی گرفته، هم درباره ناپایداری جهان و از بین رفتن آن شکوه و جلال ایران کهن، و هم نوعی میهن دوستی در او ایجاد شده، نوعی فلسفه به ناپایداری جهان و عمر کوتاه. آن قصر که جمشید در او جام گرفت، آهو بچه کرد و روبه آرام گرفت، بهرام که گور می گرفتی همه عمر، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت. محمد علی اسلامی ندوشن، سردبیر فصلنامه هستی و استاد تاریخ و ادبیات کلاسیک فارسی. یکی جز به نیکی زمین نسپرد، همی از نژندی فرو پژمرد. این منشأ تمام این استش که دنیا واقعا اعتباری نداره کارش، و نباید خیلی توقع ازش داشت. همین نگاه تردیدآمیز خیام به زندگی و کوتاهی لذات آن بود که او را به شاعری جهانی تبدیل کرد. در تابستان سال 2009 به مناسبت 150مین سال ترجمه رباعیات خیام، دانشگاهیان از سراسر جهان برای بزرگداشت او در دانشگاه کمبریج انگلستان جمع شدند. در مهمانی بعد از مراسم با سر نیکلاس برینگتون، عضو انجمن ایران و هند باستان آشنا شدند. شما از خیام چیزی شعر بلد هستید؟ چی بلدین از خیام شما؟ What is it? یارانچو به اتفاق دیدار کنید. باید زدوس